بررسی های انجام شده نشان می دهد که منشور قانون شهروندی تصویب شده در هند در واقع به گونه ای قانون مبارزه با دین مبین اسلام و مسلمانان در این کشور به شمار می رود. به گزارش شیعه ویبز اخبار شیعان جهان، اخیراً منشور قانون شهروندی هند تصویب شده و دستاندرکاران و مسئولان این کشور همچنان در حال جرح و تعدیل این قانون هستند. از همین رو هر از چندگاهی رسانه های خبری در مورد تغییر بخشهایی از این منشور سخن به میان می آورند. هرچند در ظاهر منشور قانون شهروندی هند برای دفاع از حقوق شهروندی همه شهروندان این کشور است، اما در واقع می توان گفت این منشور به گونه ای مبارزه با دین اسلام و مسلمانان هندی به شمار می رود. بررسی های انجام شده توسط خبرنگار شیعه ویبز نشان می دهد که بر اساس منشور قانون شهروندی هند، بسیاری از مراسم دینی و مذهبی مسلمانان در چارچوب اقدامات غیرقانونی به شمار می رود و به منزله خطر برای امنیت کشور هند تلقی شده است. از همین رو به دستگاه قضایی این کشور اجازه خواهد داد که با آن مبارزه کند. خانم سعدی دهلوی، نویسنده سرشناس مسلمانان هند، در گفتگوی گفت: ما مسلمانان 20% از جمعیت هند را تشکیل می دهیم و با تصویب چنین قوانینی نخواهند توانست به آسانی ما را از میان بردارند. وی در ادامه افزود: تعدیل و اصلاح اخیر منشور قانون شهروندی هند حتی به اقلیت‌های کشورهای مجاور که به هند پناه آورده‌اند حقوق و امتیازاتی می‌دهد که بر اساس آن بتوانند شناسنامه هندی دریافت کنند. اما همین اصلاح و تعدیل بسیاری از حقوق مسلمانان هند را سلب می‌کند.